آمادگی کامل دفاعی ایران برای پاسخگویی به هر تهدیدی. این یکی از مهمترین موضوعاتی بود که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز فرمان حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل نیروهای سگانه سپاه در جمع بیش از 50 خبرنگار داخلی و خارجی عنوان کرد. ما هر نوع توانمندی که فناوری که در بحث موشکی نیاز داشتیم بهش رسیدیم، در برد مورد نظری که مجاز بودیم، یعنی زیر 2000 کیلومتر که مجاز بودیم، این رو ساختیم و از نظر دقت پیشرفت‌های بسیار خوبی اخیراً به دست آوردیم که حتی راکت‌های زلزالی که انبوه رو ما داشتیم با کارهای تحقیقاتی که روی ما انجام گرفته، امروز دقتشون به زیر 50 متر رسیده. نیروی قدس سپاه پاسداران تشکیل شده با در واقع هدف حمایت از ملت‌های مظلوم به خصوص مسلمان. این حرکت‌هایی و اقداماتی رو سپاه انجام می‌داده، خب تعدادی به دلیل شرایط خاصی که در منطقه در کشورهای لبنان و سوریه وجود داشته، تعدادی از نیروی قدس در اونجا حضور داشتن، اما این به منزله حضور نظامی ما در اونجا نیست و اگر بخوایم مقایسه بکنیم الان میزان حضور نظامی یا حمایت نظامی که مستقیما خیلی از کشورهای منطقه چه عربی و چه غیر عربی دارن انجام میدن از گروه‌های معارض در سوریه، چنین اقدامی توسط ایران انجام نمیگیره، اما کمک فکری و مستشاری، انتقال تجربه برای دفاع از سوریه که به قول مقام معظم رهبری در حلقه مقاومت هست و مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنه و مقاومت میکنه، این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران هست.